یک بررسی جدید در مرکز مطالعات ملی خواب آمریکا نشان داده است تقریبا نیمی از مردم در حال خستگی و خوابالودگی رانندگی و کار می کنند. از سوی دیگر آمارهای مرکز ملی سوانه آمریکا نشان میدهد دلیل اصلی 72 هزار تصادف و 800 مرگ خوابالودگی رانندگان و کسانی است که با ماشینهای های صنعتی کار می کنند. خبر خوب اینجاست که متخصصان کالج دانشگاهی لندن به تازگی دستگاهی ساختند که از این پدیده خطرناک پیشگیری می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش کوین ایناکس خبرنگار صدای آمریکا. ایده اصلی که این تکنولوژی بر اساس آن ساخته شده آن است که خستگی در صدای انسان منعکس می شود. به همین دلیل گروهی از متخصصان کالج دانشگاهی لندن تصمیم به ساخت ابزاری گرفتند که صدا را تجزیه و تحلیل و به مختصات آن واکنش نشان دهد. کاری که این دستگاه می کنه اینه که با ضبط صدای شخص در حالتهای مختلف روزمره الگوی صدا و فراز و فرود آن رو تفکیک کرده و تغییرهای ناشی از خستگی و حالات هیجانی مختلف رو در صدا تشخیص میده. در یک دوره زمانی چند هفته ای کامپیوتر قادر خواهد بود با ضریب اطمینان بیش از 90 درصد الگوریتمی از صدای شخص در حالات مختلف ترسیم کند. من فکر میکنم این ابزار و الگوریتم های حاصل از زوم پس از تشخیص صدا و تفکیک حالت های مختلف اون میتونه به کامپیوتر اعلام کنه که صدای تشخیص داده شده با شرایط و ساعت های مختلف فرد در طول روز همخانی داره یا نه. ترسیم این الگوریتم بیشتر در میان کارگران معدن در پرو آزمایش شده و در کاهش حوادث ناشی از خستگی در حین کار موفق بوده است. هدف این وسیله توقف کار یا مجازات راننده و کارگر خسته نیست. هدف حفظ سلامت فرد و تامین امنیت خود و دیگرانه. شرکت سازنده این وسیله امیدوار است که تا چند سال دیگر این نرم افزار را به صورت عمومی در معرض فروش بگذارد.